بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آدم توبش قبول شد و پیغمبرم شد و بنا شد که زندگی کنند تو کره زمین. بنای خدا این بودش که آدم رئیس مردم باشه، صاحب اختیار باشه، ولی یه مردم باشه. احکام هم که خدا یادش میده اجرا کنن، احکام خدا رو به قول ما حکومت دینی شد تو دنیا داشت. بنا همینه، همیشه خدا این بنا رو داره. همیشه وقتی نمی کنند مجرمند، ظالمند. بله همیشه خدا بنش. امام زمان الان جای از دادمه، ایشون به قول لغتهای ما رئیس جمهور خداست، خود مجرم است، چون در اسلام مقلل خود خداست، قانون خود خدا میگه، اون اجرا میکنه، ما هرچی میگه گوش کنیم. بنابراین بودش. خب متاسفانه خب این تاریخیست که جلو ما هست. آدم بند خدا زندگی رو شروع کرد، اولین باری پسر بزرگ زد، پسر کچکر کشت، آبیل آبیل رو کشت، شنالت ها شروع شد. اون حکومت رو خدا میخواست همین دیگه، همین است که طول تاریخ دارید. اما خدا سر هر بشنی هست، باید اون باشت بیر از اون قلعه از اون جلسه از اون میغل کن. پیغمبر اکرم سه جای قرآن خدا بشنی فرماد و ولد به یه ارسل رسوله به خدا و به دین الحق لیوده را و ولد دین کنده. خدا این پیغمبر شو با دین حق فرستاده تا پیروزش کنه بر همه ادیان. خدا خودم پیروز کنه، نه پیروز بشه، خودش نذاشت، نذاشت دعوا و دعوا و جنگ و چو فلان. آخرم پیغمبر شما با سم بسمون کردن کشتش علی رو نذاشتم به حقش برسه و تا اوضاعش نهرن شما بنا بود. هر امامی بنا داشت دین رو جهانی بکنه، هستنی جزو برنامهش بود، تمام دام کنم هم زمان رو بکنم. اون نزوشتن میشه، نزوشتن نداشتن بعد جنگ چمن میشه فیل کشتن. امام حسن بنا بود دنیا رو بگیره، اونم نزوشتن. امام حسن اصلا رکل دنیا رو بگیره، خوب دیر شد زنی اون لابده. همین تاریخ است که میبینیم، این نداشتن ظالما تا امام زمان پدرش کرد دنیا رو. انقدر دنبال بودن گیرش بیارن بکشندش از جهتی که پیغمبر بودن. نهمین فرزند حسین دنیا رو پر از عدوداد میکنه، هی میشمردن اون نهمین فرزند این امرسن از سیری باشه موازه بودن بقید که از زنها بزاد و در جا بکشندش رو از این کاره. امام زمان به جنازه پدرش که نماز خوند همینن یه پسری دارم مخفی بود، یه پسری خبر کردن آماده بودن نزدیک 200 تا 400 تا کماندو ریختن که بگیرندش یه پسر همونه که پیغمبر گفته بکشمش. دو زنان رفت تو سرگاه و آیم شد. ببنید 69 سالم غیبته صغرا بود، نماینده خاصی خدمتش میرسیدن اونا پر مردم پیام میآورد. بعدم به غیبت کبرا رفت که تا وقتی ظهور کنه. اصلا میشه یه روزی که زمین حکومتش دست خدا باشه؟ این رو خود خدا خبر داده، یکی بایش همین میگه خدا میفرمان ما در زبور نوشتیم. زبور کتابی است که به داوود نازل شده، نوشتیم در زبور من بعد ذکر، قبلا هم در ذکر گفته بودیم که زمین رو عباد صالحین ما به ارث میبرن. پیغمبر بله خدا خبر داده به من از علم غیبی که خدا داره بود من گفته،
اگه دنیا یه روز شام مونده باشه، یه شخصی از اهل بیت من اسمش اسم منه، کنیش کنیه منه، میام دنیا رو پر از ادرگاه میکنه. این خبر رو داد، همین که شما میده علائم ظهور و فلان، هیچ علائم ظهوری رو همش اگه مگره توش، منتظرن بشر آماده بشه. بشر آماده بشه. الان شما به شدت شیفته این دختر همسایه هستیم، بری برای پسر خواستگاری، را نمیده به را نمیده، یه دفعه که را بدن میره خواست. بشر آماده باشه حکومت عدل رو، یک هزارم ثانیه نمیذاره امام زمان میبرسه بیرون خدا، خود خدا عجلش از همه بیشتر. چون تو کتابش گفته لا یرزال عباده این کفر، من به کفر هیچ کس راضی نیست، خدا به هیچ گناهی راضی نیست، به هیچ ترک واجبی راضی نیست. متخب شرایط مساعد نیست، اون آقا بیاد، یعنی جمعیت فرد زیادن میکشند. به امام شیشون گفتن این فرزند شما میدود قایب میشه و چه میشه چه میشه، اون قایب نشه، آقای شرکت به شکم میشه، اون شکم رو پاره. یه نفر سوال کرد به سرش، مثل جدش حسین گلت به سرش. یه وقتی میاد که دیگه خدا کمکش کنه، کمک کار و قبله کافی داشت و کافی، یعنی فقط که کاری ازش بید. پیغمبران به هر سری فرمود حقیقت رو میگیرن، هفت نفر کمکت کردن شبیر بگیر، نبودن هفت نفر رو. بعدم که اینا جاپاشون محکم شد، حالا اگه 40 نفر کمکت کردن شمشیر بکش، بعدم تا آخر اون 40 نفرم اون مقدار که باید باشن که دیگه با اونا میشه راه انداخت. بله من به هر که پایه به محصی که بشر آماده بشه. بله. چه وقتی بشر آماده بشه؟ که لائم ظهور اینه که فهم بشر هر کش بالا بشه، حق براش شیرین و جالبه، یه حق و دوست داره. وقتی هم امام زمان ظهور میکنه، شعار رو نمیدزن امام شیعه ها اومد، امام دوازم، نه بابا، منادی صدا میزنه جا و عد حق و زهر قلب باطل، حق اومد، حق براش، حق و دوست. بعد رفتم تو مطب داداشم که دکتره، مریض ها نشستن دارم، این مریض ها زودتر از من اومدن، من باید صبر کنم اینا رو بخ در بیچاره کار دارم. موت من که شد خون برم تو پرا داداش اون بیار بون نگیر از من بخیر. من اگه دوست داشته باشم اون منو بی جا نابره بده، من حق و دوست ندارم. حق اینه که من صبر. اینجا یک کلاسی است دارن قرآن امتحان میکنند، یکی از شرکت کننده ها پسر منه، اگه من دوست داشته باشم پسر من اول باشه، نه من اهل حق است، من باید دوست داشته باشم اونی که بهتره بهتر اولش، حالا بخواد پسر من باشه با پسر من جاوان حق و زهقم باطل ان الباطل لکان زهوق. خب بعد آماده بشن بشر را دیگه اون تربیت کن. این انقلاب که تو ایران شده شو خمینی تونست بالاخره شاه رو بیرون کنه، اون مقدار افراد که بفهمن این باطله و اون حرفای آقا درسته مقدار پیدا شدن، اونم برکتی مدرسه ها بودش. رضا شاه به دستور انگلیس ها و هرچه مدرسه ها رو انداخت، غافل از این که علم هرچه میخواد باشه روشنگری میاد، علم انسان رو روشن با فیزیک شیمی جبر این درس ها خوندن. حالا دیگه وقت اون آقا اعلامه میداد که این رو سر نه سواد داره نه چیزی داره، نمیتونه اداره کنه، بعد اونجا میفهمیدن چی میگه. بشر همینطور باید به سمت خوبینش و دانش رو بره بفهمه، ما دوست داشته باشه حق.
آیا میشه یه همچین زمانی پیغمبر خبر داده که میشه به علم قید؟ ولی یه زمانی بشر ادعی شدی که دوست دارن حق بود چون یکی با همین ادعی دیگه میشه بقیه هم خدا کمک میکنه و جنگ میکنن به اون لحظه اقدام زمان پیدش میشه. حق خواه، حق طلب، حق جو، حق گو، حق دوست، حق پرست، اینا هم میخوام زیاد بشه. حق و دوست داشته باشه، اگر نه نه. الان پسر من پلیس تو این خیابون، من اگه دوست داشته باشم ماشین منو بی خودی بگه برو، نه این باطله، من مستحبه، باید باستم مستحبه برم به دوست پسر من باشده. اگر هرکس پسرش پارتی بازه کنی همه چه خراب بشه. حال اون حالت در ما ایجاد شده. یک کسی به من میگه آقای خاطری مثلا شما یه مطلب که بلدی مثلا نمرت 20ه. نه من خودم میدونم 20 نیست. نمره من مثلا آخرش 18. دوست نداشته باشم 20 چون 20 باطله. 18 خوبه اون که موحد. 7 خوبه خواهد. اون که حقه من اون قاتل رو نخواهد. این افراد وقتی زیاد میشن اون وقت امام زمان میگوش نفراتشون قابل توجه میشه که میپش با اینا حکومت رو هم لایه اصل مسئله این اینه که ائمه معصومین به ما فرمودن که دین رو عمل کنید، با تقوا باشید تا امامتون زود در بیا. تقوا که داشته باشید درست میشید دیگه، سالم میشه. اینجور آدم ها سالم دیگه بیان مگه اون وقت دوست دارن که حکومت الهی بود و در آسمانی بیر آقا بیاد که هم برای خود بشون. یه همچین بشه بشر یه همچین اوضاعیست. پیغمبر داشت دنیا میرد گفتن یا رسول الله شما میمیری کی به ما حکومت میکنه؟ فرمود بله امالکم که اعمالکم، عملاتون جمع میشه اون برایندش میشه امالشون. یعنی اگر رو هم رفته خوب باشه خوب باشه، اگر هم رفته بد باشه بد. خواسته یه مردم رو هم رفته به کدوم طرف باشه. امام ششم فرمود اگه یه زمانی زندگی میکنید که اکثر مردم خوب بندن به کسی گمان بد نبر، تو باور کنی بده، اما اگر بیشتر بدن به کسانی گمان خوب نبر. نگه شخصی ما بشنسش آخه اینجوریه دیگه اوزارت این تربیت های اوز. این که اخیرا حضرت آجولا خامنه بود جهاد طبیعین هی میگن طبیعین یعنی این آیت قرآن باید باز بشه، فقه باید باز بشه، مسائل باز بشه، بیان بشه، حالا دین رو بفهمد باید بشن، دین شناس باشن، دین فهم باشن. همه امروز هم تو سخنرانی آقا میفهمون وقتی انسان وارد بشن چی بشن خوشمالی نمیتونه گول بزنه، میفرن به بعد خوب این اینجوری هست بگم چی مساجی شد امام به بند خدا این امزام ماهی میکنم امام زمان بیا. امام زمان 10,000 برابر بیشتر از تو عجله داره بیاد، شرایط مساعد نیست. خدا 100,000 برابر امام زمان عجله داره، شرایط باشد باید مردم خواهان باشد. نیاد مثل زمان امام حسین دو مرتبه بگوش بگش باید نبرد باشد. یه همچه مسائلی داره همطور میست و دشتر رو اگه سهم فهمیدگی برن به سهم به حق بینا و درست باشد. پیران برسون از دنیا رفت 3 بنا آدم علی کمک کار باشد، 4 نشد. دو حسین ابن علی عبزاده دو تا تو کربلا جمع شدن که با کربلا خود شد. اون زمان بهتر شد، آدم خوبا زیاد شد، آدم خوبا اگه زیاد بشه زیاد بشه، آدمی که خوب باشه. یه شخصی از نیشابور آمده بود خدمت ما به ششم، داشت میگوستش که آنقدر نیشابوری ها شما دوستانان قبول دارن چی کردن؟ شما اگه قیام کنی میام اونم به شب چیلی میکشم برای جون جنگ میکنم.
خودش من نیشابور بود. آقا فرمود تو خودت چیه؟ بیکرد اونا هستی؟ که من تنوری تو خونه روشن کرده بودم قضا بپزن، نون بپزن. ما تو ده داشتیم تنور روشن بکن نون. آقا فرمود اگه پاش باش تو اون تنوره اینجا خورده تنور بزنیم بیشتیم برای خودش روشن بیشتیم چرا اگهش پریدون کردیم نستم برای چیدم. ابو هاشم جعفری از در آمد طول کرد شیعه ها بودش که افروش هم اینجوری دستش بود. آقا فهمد ابو هاشم بر تو تنوره صاف رفت تو تنوره رفت تو تنوره آقا فهمد در تنوره بذاره این هم نشسته بود ای بابا سوف چه خواهد چیز حالی شد چیش. آقا فهمدم که همسایت تو نیشابور گاوش کامله بود زایی ایدی ای آقا خبرم بره بچه زاید اینجوری که بچه زاید اینجوری سوال که حواس رو برد اومد دیگه همه چیز میدونه. حدی خود گذشت فرمود برو در این تنور رو بردار ببین چه گاهی همه در دلم شور میزنه این تو تنوره رو برد دیدش ابو هاشم نشسته چهار زانو رو آتیشه در باران رو باقر عجیبش در آورده. آقا صدد ابو هاشم بیا پاشم باید بیرم فقط خاکسترش رو تکن. فرمود چند تا آدم اینجوری من نیشابور دارم بهش بگه برستن در جارتن گاه بخلتی بدونیم امام واجب و اطاعتن واقعا انقدر اطاعت شیرین باشه ملوام درست باشه اصلش بخواهم کمک کنیم به اومدن امام زمان با آدم خوبی باشه خودم رو دارم خوبی باشه و ایستر کنیم آدم خوب زیاد کن اینجوری شرایط مساعد بشه آقا بیان بکنه هرچی حق دارست. قرآن هم خبر داده که و لعصر من انسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. هم دیگه هم سفارش به حق میکنن هم دیگه هم سفارش به صبر و حق که حق حق این اصل داستانه امیدوارم خدا من انشاءالله امام زمان بشه خدا انشاءالله به فضل رحمتش رو شرایط رو مساعد کنه چون تا آقا نیام من ندارم نکم به اوضاع همی نسیم بیان بلکه این قرآن بگید وقتی تشریف بیارد طولانی ها اون حکومت آل محمد یعنی نقل عبدالله عباس میگه که اون دنیا 100,000 سال 20,000 سال مولانا غیر آل محمد 80,000 سال مولانا محمد اللهم صل على محمد بکشه وقتی میام حکومت دست اوناس این فردم بد نباشه خب برخورد شهری باشه شد خود برسون جای